سلام دوستان ما برگشتیم با یه اپیزود اسپشیال دیگه دوست داشتیم که توی مدتی که حالا هممون یه جورایی درگیر اخبار و درگیر اتفاقایی که توی ایران داره میفته هستیم دوست داشتیم که دور هم باشیم یه ذره از حال هوای خودمون بگیم از حال هوای ایران بگیم و یه ذره حال و هوامون رو با همدیگه به اشتراک بذاریم من فقط قبل از اینکه در واقع اپیزود رو شروع بکنیم یه توضیحی در مورد اینستاگراممون بدم ما به خاطر پست و استوریایی که گذاشتیم در مورد تظاهرات و در واقع اتفاقاتی که تو ایران داره میفته اینستاگرام ما ریپورت شد و از دسترس خارج شده و هنوزم نتونستیم برش گردونیم فعالیتمون بیشتر الان روی توییتر اگر که اپیزودی بیاد روی توییتر اعلام میکنیم و بیشتر داریم رو اونجا میزنیم به غیر از این دیگه حرفی نمیمونه من میکروفون رو فکر میدم به کارون کارون یه مطلبی آماده کرده و بعد هم ما در مورد در و حال هوای خودمون صحبت میکنیم آره مرسی ایمان قبلش هم داشتیم با بعد شما میگفتیم انقدر این اپیزودی که قرار امروز فرق داره مدلش با صحبتهایی که قبلا کردیم برای خودمون هم یه ذره عجیب غریبه ولی خب چاره ای نیست دوست نداشتیم تو این شرایط باشیم ولی ما رو تو این شرایط قرار دادن این هم دیگه این مدت ما خودمون هم دوست داشتیم که بیایم صحبت کنیم حالا به دلایل مختلف نمیشد ولی الان تصمیم گرفتیم که این کار رو انجام بدیم همین دیگه بریم بفرمایید اگه حدود یک ماه پیش که خبر درگذشت ژینا پخش شد تعطیلی بین سیزن ما نبود قطعا طبق روال گذشته یه اپیزود شرح درد تو سینه می مثل اون اپیزودی که راجع به هواپیما رفتیم و بعدش هم آب خوزستان اما این سری هممون می که فرق داره این درده توی سینمون قرار نبود در حد درد بمونه متحدمون کرده ما و هم های ما یکم پس و پیش و کم و زیاد 88 رو از نزدیک دیدیم دیدیم که چطور تظاهرات میلیونی که خواستار احقاق حقوق حق بود سرکوب شد به خشن شکل ممکن و خیلی زود از رأی من و پس به دو الله اکبر نه شب رسید به مرگ بر دیکتاتور دیدیم که مکر دی 96 که با ظاهر نب گرانی و باطن تضعیف دولت روحانی که سران نظام تصور داشتند باور به بنفش هم باور به سبز شروع شد و خیلی زود مردم نشون دادن که خیر الماکرین هستن نه این بنفش اون سبزه و نه اون سبز اساسا خریداری داره دیگه آبان 98 اما انگار گل سرسبد جنایت های معاصر رژیم بود تا اون موقع اینترنت رو به طور کامل قطع کردن که بتونن تظاهرات اعتراضی به گرونی بنزین رو با شفقت و مدیریت مثال زدنی خودشون با کشتن 1500 نفر سرکوب کنند. دیگه نای حرف زدن نداشتیم اخبار آبان و 1500 نفر کشته نفس هممون رو گرفته بود دیگه دی 98 که هواپیما رو زدن از شدت گیجی دوست داشتیم تا ابد تو مرحله انکار بمونیم دوست داشتیم دروغ اون سه روز رو باور کنیم مگه میشه حکومتی که شرح فتوحات علمی و تکنولوژیش تو تلویزیون خودش گوش آدم رو کر میکنه فرق هواپیمای مسافری و موشک جنگی رو ندونه اون غم نامعنوز کل وجودمون رو گرفت درست میگفتن انتقام سخت گرفتن از دشمن اصلیشون از مردم کشوری که سالهاست قصب کردن دیگه بعدش هیچی مثل قبل نشد نفهمیدیم چطور از خفقان آبان 98 و درد نامعنوس ده همون سال رسیدیم به کرونا و بحران آب خوزستان و فاجعه افغانستان آتش زیر خاکستر باد بکاری توفان درامی کنی جامعه آبستن حوادثه همه اینا عبارت که برای توصیف ایران حوالی پخش خبر ژینا به کار برده شد وقتی خبر منتشر شد درد جفای این 44 سال که از 88 به بعد رو نسلهای ما زندگی کرده بود و قبلش رو از نسلهای قبلی شنیده بود متحدترین ایران معاصر رو با شعار زن زندگی آزادی کنار هم جمع کرد سه مفهومی که حکومت سالها سعی در سرکوب و باز تعریفشون داشت یادم دبیرستان داشتم با سرویس برمیگشتم بهار بود پنجره باز بود یه باد خونکی هم میخورد تو صورتم کلم هم داغ زندگی نامه چکوارا بود داشتم به این فکر میکردم فردای انقلاب که هجاب اجباری نیست مشکلی برای امنیت خانما پیش میاد چند سال آموزش و فرهنگسازی نیازه که عادت آزار و اذیت و متلک انداختن از جامعه دور بشه تمام اون دست دقدقه ها با دیدن قشنگی تظاهرات ایران رنگ باخت یادمون رفته بود چقدر انسانی و به خودی خود انسانهای دیگر رو دوست داریم نشونیش هم اشکاییه که با دیدن اون ویدیوی بغل مجانی کرمانشا یا اونی که مشتشو میزد به مشت بقیه و باز میشد توش گل و شکلات و پول بود یا آهنگ برای شروین یا گریه حامد اسماعیلیون ریختیم انسان به خودی خود پست نیست از دیدن آزادی انسانهای دیگه مسرور میشه اون ایدئولوژی که جایگاه انسان رو اونقدر تنزل میده که باور کنه با دیدن انسان دیگه منقلب میشه و کنترلی هم روش نیست. نشونیش هم فیلم تعرض مزدورا تو خیابون به خانوما یا کشتن بچه مدرسه است. ای کاش دشمن قابل احترام ما بودید. رقابت قابل احترام رو از ورزش میتونیم یاد بگیریم. اخیرا دو نفر اول مسابقه فرمول که برای قهرمانی اون ریس تلاش میکردن سر یه پیش رقابت تنگاتنگی با هم داشتن یکیشون پیچی جلوی اون یکی و سبقت گرفت ولی فضای خیلی کمی برای حریفش گذاشت حریفی که اگه مهارت نداشت قطعا تصادف میشد گزارشگر گفت این کار رو کرد چون به حریفش و مهارتهاش باور داشت دشمن قابل اعتماد ما نیستین اعتباری به هیچ حرکتتون نیست تو خیابون با پیر و جوان اونطوری وحشیانه برخورد میکنید به هر دقل بازی چنگ میندازین پشت پرده معلوم نیست چیکار میکنید اگر نظام سیاسی یک کشور رو یه چرخ بزرگ در نظر بگیریم این چرخ باید قابلیت این رو داشته باشه که آزادانه به چپ و راست حرکت کنه تا طرز تفکری که با اقبال عمومی مردم مواجهه بالای چرخ قرار بگیره سوسیالیست ها میان روهای و محافظ کارها باید بتونن بالای چرخ باشن اگه خواست اکثریت اینو میخواد اما اگه ایدئولوژی این چرخ رو قول و زنجیر کرد به زمین که فقط یه طرز تفکر بالای چرخ قرار بگیره چرخه نامتناهی فقر و فلاکت به وجود میاد اساسا شایسته ها مجالی برای رسیدن به بالای چرخ پیدا نمیکنن و ناکسان بالا نشین میشن به نظرم حکومت تو تمام این سالها تو زمینه کشتن امید تو دل ماها خیلی موفق عمل کرده بود همه یه جوری ناامید از تغییر و آزادی بودیم ولی مثل خیلی پدیده های دیگه که تو طبیعت به صورت تصادفی اتفاق میفته جرقه این اتحاد هم جایی زده شد که کسی انتظارش رو نداشت کرد و بلوچ و مازنی و گیلکی و لور و فارس و عرب تصمیم گرفتن برای یه هدف واحد کنار هم بجنگن آزادی همونقدر که شروعش غیر منتظره بود کسی هم از, لحظه ای که موفق میشیم اطلاعی نداره زیاد شنیدیم تو نظام های دیکتاتوری تا چند لحظه قبل سقوط همه چیز تحت کنترله فیلم آخرین سخنرانی نیکولای چاوشسکو تو رومانی رو هممون دیدیم اتفاق بینظیری که افتاده رهبری غیر متمرکز دیسنترالایز انقلابه که به شکل بینظیری توسط کالکتیو اینتلیجنس هوش و درایت جمعی هدایت میشه یعنی مثلا وقتی مسیح علی نژاد اشتباه حمله به سفارت به سفارت خارجی رو مطرح کرد خیلی زود توسط هوش جمعی اصلاح شد وقتی داستان شریف پیش اومد با اینکه لزوما تک تک ما کوی دانشگاه 78 رو به یاد نداشتیم یا شاید اصلا وجود خارجی نداشتیم اون موقع هوش جمعی خیلی سریع فعال شد و با شلوغ کردن اطراف دانشگاه جلوی جنایات بزرگتر رو گرفت تک تک ما توی این مدیریت جمعی داخلیم تک تک ما نقش مثبت داریم نقشمون رو میتونیم از واکنش دشمنمون نسبت به حرکاتمون بسنجیم. این همه هشتگ اشتباه یا خبر فیک تو توییتر برای چیه؟ چون توییتامون تاثیر داره. این همه پیج رو برای چی بستن؟ چون پست و استوریامون تاثیر داره. فوتبالیست و هنرمند رو برای چی تهدید میکنن؟ چون رفتارشون تاثیر داره. نیازی به شرح تاثیر عزیزان کشته شده زندانی عزیزان کشته شده زندانی و توی خیابون نیست قطعا حامد اسماعیلیون یادمون داد ما ای که ایران نیستیم نباید راجبه به ایران و اینکه آدمهای اونجا چیکار میتونن انجام بدن نظر بدیم اونا خودشون به بهترین شکل میدونن ما ای که اینوری میتونیم پست و استوری و توییت بزنیم با نمایندگان مجلسمون مکاتبه کنیم و آگاهشون کنیم که موضع بگیرن تو تجمعات شرکت کنیم اگه میتونیم کمک مالی کنیم به افرادی که توی ایران نیاز دارن هیچ کدوم اینا رو نمیتونیم بکنیم بکنی. سعی با حرفامون دل دوست و آشنا داخل و خارج ایران رو گرم و آروم کنیم تک تک ما با هر سطح توانایی توی این روند غیر متمرکز هوش جمعی نقش داریم تاکید میکنم که نقش داریم این سری واقعا فرق میکنه من یه بگم فقط توی گفتاد گفتی که مسیح انرژی گفتاد که این سفارت‌های خارجه بگیرین سفارت‌های ایران یه خارج از کشور آره منظورم زم... آره. سفارتی که تو خارج از کشور بودن آره ام ببین این که حالا این دفعه واقعا فرق داره حالا فکر کنم همون با این صحنه که الان دیدیم اخیرا زیاد برخورد داشتیم با آدما که صحبت میکنیم یا میبینیمشون خیلی تو شرایطی که ممکنه حتی انتظارش هم نداشته باشیم به هم میریزن اشک میریزن هممون این کارو کردیم تو دوست و اطرافی همون دیدیم شرایط نامعنوسیه شرایطیه که قبلا توش نبودیم درد مشترک هممونه فشار روی هممونه ولی قرار نیست مرسیه بخونیم داشتم با یکی چند وقت پیش صحبت میکردم به نظر من این بهترین زمان ایرانی بودن توی 44 سال گذشته است این امیدوارانه ترین حالتیه که ما توی 44 سال گذشته زندگی کردیم و این امید قطعا نتیجه میده شرایط اینجوری نمیمونه آره دقیقا همینطوره این اینی که میگی و من اولین تجربه هم اون اولین شنبه ای بود که همه ایرانی های ونکوور هماهنگ شده بود که جمع بشن توی حالا اون صحنه آرت ونکوور اولین گرد همایی بود بعد همه این داستان و همه اخباری که ماهی که خارج بودیم داشتیم دنبال میکردیم من خودم اینطوری بودم که تا به اون حیات رسیدم اون جمعیت رو دیدم هم... تو مسیرم که داشت میمدیم هر تیپ آدمی رو داشتم میدیدم که داشت میمد یا اونجا بودن پلاکارت دستشون بود اینا اه... ناخداگاه عجیب غریب به هم ریختم مثلا زده بودم زیر گریه گریه هم بند نمیمد از اینکه می دیدم ما چجوری داریم از ته دل فریاد میزنیم داریم شعار میدیم و هممون یه چیز رو میخواستیم همه پر خش بودن همه پر ترس بودن نگرانی بودن خیلی حسای مختلفی و اونجا داشتیم میدیدیم و داشتم میدیدم و حس میکردم و خیلی خیلی سخت بود خیلی سخت هست و حالا ایمان یه حرفی میزد که جالب داره خودش هم احتمالا بهش اشاره بکنه میگفتش وقتی توی ایران باشی و این, این روزا و این شبا رو دست اول تجربه بکنی خیلی فرق داره این فردایی که رسته بودی داشتی اینو میگفتی اینا و ما اینکه که این این وریم و تجربه میکنیم میبینیم پشت گوشی یا صفحه مانیتور اینا یه حس دیگه است ببین حالا کسایی که نمیدونم من یه, یه ماهی ایران بودم یعنی تقریبا دو هفته از این یک ماهی که حالا تظاهرات شروع شده و مردم حالا دارن توی خیابون شکایت میکنن من دو هفته شو ایران بودم و این دو هفته خب شبای زیادی و بیرون رفتیم اتفاقات مختلفی افتاد از حالا ترس از تمام اون سرکوبگرایی که هستن که واقعا هم ترس داری یعنی اصلا باید توی اون شرایط باشی ببینی یه یه ناامیدی خاصی توش هست ولی موقعی که توشی موقعی که کنار اون همه آدمی موقعی که همه آدم دارن با هم دیگه، با همدیگه دیگه شعار میدن با هم دیگه فرار میکنن با همدیگه وای میستن با هم دیگه ضربه میخورن با همدیگه دیگه میخورن با همدیگه می هم دیگه کمک میکنن سیگار روشن میکنن همدیگه رو تو خونه همدیگه راه میدن اون ته ته ناامیدیه بازی امیدی است یعنی یه... یه نوریه ته اون تونلی که تو اتود... داری با یه سری آدمی که واقعا نمیشناسیشون داری با اونا میری چرا دلت گرمه به حضور اونا آره یعنی منظورم اینه که خیلی متفاوته بعدم واقعیتش اینه که موقعی که توی ایرانی یه فرقی که داره اینه که تو که تصمیم میگیری که ساعت 6 بعد از او بری بیرون شعارتو میدی فرارتو میکنی گازشگاهارتو میخوری اون آدرنالینی که داره به خاطر این همه حالا احساساتی که داری ترش میشه واقعا تو رو خالی یعنی هر شب تو خالی برمیگردی خونه اگر این ذهنیت اگر... داری اگر, اگر بر... که برگردی ولی منظورم اینه که موقعی که داری در واقع کنار رفیقاتو کنار حالا مردمی که هستن هستی احساس مفید بودن میکنی این احساس مفید بودنه توی اینجا خیلی سخته پیداش کردن اینجا عذاب همش برای ما یعنی ما تنها کاری که شبانه روز داریم انجام میدیم من که فکر کنم روزی 12 ساعت هم توی اسپیس های تویتر دارم میگذرونم بقیه شدم رفرش میکنم ببینم چه خبره و مشکلی هم که داره اینه که تویتر در واقع تویتر و اینجور فضای مجزی چجوری کار میکنه روی ترند شدن یه اتفاق یعنی یه ویدیو میاد که دارن به یه دختر تعرض میکنن و اون در ما فقط این اتفاقهای بد رو میبینیم یعنی اون شجاعت ها خیلی کمتر دیده میشه دلیلم داره به خاطر که ما خودمون دوربین نیبوردیم یعنی ما خودمون گوشی بردیم با خودمون موقعی که میرفتیم هم به خاطر اینکه میترسیدی اگر که بگیرندت میگفتن گوشی نواد داشته باشین همین که واقعا انقدر بعضی جاها ترسناک بود و مقدار مثلا معمورایی که میدیدی زیاد بودن که واقعا خیلی جوام شد که من جرئت نمیکردم گوشیمو دربی و از اینم چی شرمسار نیستم که بگم میترسیدم چون واقعا ترسناک بود چی میگم ولی میدونی یه چیزی هست که خیلی وقت حالا ذهن من رو مشغول کرده به خودش حتی هم وقتی که تو ایران بودم اینه که حالا من اینو در مورد خودم میگم شاید برای بقیه هم صادق باشه من کسی هم که 15 سال ایران زندگی کردم حالا قارون نمیخواد قبول کنه ولی ما اونجا مدرسه رفتیم دبیرستان رفتیم چه بودم هزار تا با های مختلف سرکله زدیم تولید محتوا کردیم به صورت فارسی حالا به صورت برای کسایی که تو ایرانن توی ایران ماها بزرگ شدیم یه جورایی شخصیت اون یه جورایی شکل گرفته با آدمایی که پروداکت ایرانن یعنی تمام خانواده ما بر حال ما توی اون شرایط و توی اون جامعه بزرگ شدیم حداقل من کسی هم که توی ایران توهین رو دیدم تعرض جنسی بهم شده چه میدونم هزار تا از این اتفاق افتاده ولی نکته باحالش اینه که همه کسایی که الان توی ایران هستن و دارن با هم دیگه هم صدان خیلی خیلی همدل دارن یعنی اینو میذارنش کنار یعنی می با اینکه آگاه به اینکه همه ای ماها پرداک جمهوری اسلامی هستیم آگاهن به اینکه ما میتونیم بهتر باشیم و با این خیلی قشنگه میگم اینو اینو خیلی کمتر آدما میتونن درکش بکنن که خیلی یعنی تا واقعا توش نباشی از بیرون بهش نگاه نکنی و در واقع سالهایی توی ایران زندگی نکرده باشی شاید واقعا سخت باشه دیدنش ولی واقعا این کسایی که توی ایرانند با تمام این در واقع دانش های د... حالا نه دانش در واقع آموزشای بدی که به فرزندان داده شده به تو مدارس داده شده شورشوی مغزی که داده شده نشون دادن که حداقل این دهه هشتادی ها چقدر آدم های روشنی هست می میگم یعنی توی تظاهراتشون واقعا آدمای های بالغی بودن توی برخورد با چیزهایی که توی تویتر همونطوری که کارون گفت برخورد با اتفاقای بعد یا حرفایی که نادرسته چقدر بالغ بودن برخورد با افکار پوپولیستی یا مثلا حرفایی که بعضی از این سلبریتی ها زدن یا بعضی از کسایی که آدما فکر میکردن که با پشتشون باشن زدن درست واکنش نشون دادن یعنی اینا رو فهمیدن و همونجا در واقع جلوش وایسادن چه بسا که خیلی از این سلبریتی های کسایی که شناس هستن که روزهای اول ساکت بودن به خاطر این برخورد بالغانه بالغانه میشه درست میگم به خاطر این برخورد در واقع بالغانه رفتارشون عوض شد <متحد> یه چی میگم این یه نکته خیلی مهمیه حالا برای حداقل منی که اه خودم و یه پروداکت جمهوری اسلامی میدونم با اینکه حالا من 15 سال خارج از ایران زندگی کردم و دمشون گرم دیگه یعنی واقعا کسایی که روزانه توی این تظاهرات هستن توی این در انقلابی که راه افتاده حضور دارن نمیترسن اگرم میترسن حاضرن که در واقع صدمه ببینن ولی اون افکاری که دارن و اون باوری که دارن پیروز بشه و این برای من خیلی قابل احترامه و تنها چیزی هم که واقعا آدم ها رو اینجا اذیت میکنه اینه که دستمون کوتاه دیگه یعنی من احساس میکنم اون چهارده روزی که توی حالا این تظاهرات ها بودم شرکت کردم هر روزی شو بودم میرفتیم این بر اون بر خیلی راحت تر گذشت تا چهار دفعه روزی که اینجا بودم مه. و اگر ده. مشکلات حالا شخصی خودمم نبود مطمئنا دوست داشتم که بیشتر بمونم یعنی یکی, یکی از دفعاتی بود که من شاید بعدم نمی اومد به میگفتن آقا تو ممنوع خروجی برگت خونه امروز مهرت کار نمیده <applause> آره حالا نیومدیم که مقایسه کنیم اینجا رو با اونجا داستان اینه که همه ماهایی که اینجاییم حس بدی داریم از اینکه اینجاییم نه اینکه ما ایران بودیم نقشه به پر تری میتونستیم داشته باشیم ولی اینکه توی ذهنمون مقایسه میکنیم خطری که آدمای تو ایران به جون میخرن با که ما اینجا میکنیم این حس عذاب وجدان به ما میده ولی الان شاید فکر کردن به این چیزا کمکی به هیچ کسی نکنه واقعیت اینه که همه ماها اعضای یک در واقع یه بدنه ای که راه افتاده و این جلوی رژیم سرکوبگر وایستاده همه ماها اعضای اون بدنه هستیم چه خارج چه داخل هر کدوم ماها میتونیم نقش داشته باشیم حتی اگه فکر کنیم که من اینجا چیکار میتونم بکنم میگم ما از واکنش دشمنمون میتونیم ببینیم که چیکار میتونیم بکنیم اگه کارهای حالا مجازی که ما میتونیم از خارج از ایران انجام بدیم تاثیر نداشت اون همه هشتگ دروغ را نمینداختن که هشتگ بحث امنی رو از هشتگ زشت خارج کنن این تجمعی که خارج از ایران انجام میشه که تا همین چند ساعت دیگه توی یه چند ساعت پیش توی برلین بود اینا به شدت روی اسان عمومی خارج از کشور تاثیر داره من نمیدونم واقعا حالا این اپیزود رو چند درصد آدمایی که توی ایرانن میتونن بشنون امیدوارم که اینجوری باشه ولی بدون که هم دل ما ها هر روز و هر لحظه با کشورمونه با آدمای کشورمونه ولی هیچ کدوم فکر نکنیم که کاری که میتونیم انجام بدیم و تا الان انجام دادیم بی تاثیره اگه بی تاثیر بود به اینجا نمیکشید این امیدوارانه ترین حالت ایرانی بودن ماست توی چهار دهه گذشته و این این سری فرق میکنه دیگه یه yeah, uh, نکته بگم تو ادامه حرفایی که کارون زد اول اپیزود uh, تو این چند روزه چند هفته از ایران خب با ایران خیلی سخت در ارتباطیم و اینا uh, uh, شده که مثلا یکی به من بگی که احساس حالا شرمندگی میکنه تو خود ایرانه به خاطر حالا دلایلم که ایمان گفت به هر حال ترسناکه وقتی که شاید حالا یه گروهی هم بشید یه گروه دوستی داشته باشید ولی انقدر شاید بعضی موقع بعضی محله امنیتی زیاده خب آقا مثلا فوقش بتونی تو, خی... تو ماشین شاید یه دوری بزنی که مثلا یه شلوغی ترافیکی ایجاد کنی در حال ایشون یه حالت شرمندگی بود گفت که مثلا ما که کاری نمی کنیم ما ناراحت بود و اینا که حالا من دلدارش می گفتم خود, خود این خیلی کاره به نظر من و تو ادامه چیزی که حالا خودم هم دوباره تو داخل توی دیدم هم تو خارج ایران یه صدای ناامید منفیه که به نظرم هرچی بهش فکر کردم دلیلی براش پیدا نکردم که چرا هست و اونم هرچقدر نسلا عقبتر میریم بیشتر تو اون نسلهای حالا کسایی که تو دهه حالا چهل، سی یا حتی پنجا به دنیا آمدن شاید افرا... خیلی هاشون افرادی هم که ناراضی هن. یعنی اینجوری نیست که هم راستای اون رژیم دارن این کار میکنن ولی یه ناامیدی شاید باشون حرف بزنن بگن نه این سری هم مثل اونچه و من هر چقدر بهش فکر میکنم نمیدونم نمیتونم بفهمم که این شخص که حالا سن پدر منه نمیدونم یا پدر بزرگ منه هرچی چه،, چه دلیلی داره که این فاز منفی این ناامیدی و میدونی فقط شاید تنها این باشه که شاید یه روز بگه من گفتم مثلا چیزی نمیشه این چیزی که تو ذهن من بود و با اون شخصی که صحبت میگردم که داشت به من میگفت که من ناراحتم نمیتونم مثلا کانچی تو خیابونی داشته باشم فیزیکی و اینا من گفتم ببین یه همچین تفکراتی هنوز هست همسایه من پدر من پدر بزرگ من شاید داشته باشه یه, یه ناامیدی یا اینجوری شاید تو تو روز شاید بتونی با پنج نفر با سه نفر اینها باشون صحبت کنم این داستان از کجا میاد بهشون بگی آقا حالا غیر راحت شما میتونه این ناامیدی رو ندین لاقل به نسل دیگه اگه حتی باورش هم دارین تو خودتون نگه دارین و دیگه 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 این من بگم من حرفی که میزنم حرف خودم نیست حرفایی که یه خانومی به نام محتاب توی یه از این اسپیس میزد بهش میگفت خانم خودش طبق گفته خودش میگفت من یه خانم محسنی هستم حالا با دیگه حرفی که میزد من اینو به صورت مستقیم تجربه کردم یعنی من موقعی که ایران بودم خب ما خیلی نگران هی میگفتن زودتر برگرد بیلیتو تو عوض کن من بیلیتم عوض کردم ولی انداختم عقبتر یعنی زودتر نیومدم و همیشه نگران بودن میگفتن نرو بیرون به بیرون اگه بگیرنت ما چیکار کنیم اگه بلایی سرت بیاد ما چیکار کنیم ببین من موقعی که تو ایران بودم واقعا اینو درک نمیکردم تا واقعا حرفای این خانم رو شنیدم چیزی که این خانم میگفت این بود که اون کسایی که از یه نسل قبلتر ما هستن اول اینکه تو به هر حال فرزند اونا یعنی اونا حق دارن که نگران باشن میشه میگم یعنی ما نمیتونیم بگیم که او شما حق نداری نگران باشی یا نباید نگران باشی ما این حق رو نمیتونیم از اونا بگیریم اون طرف حق داره که نگران باشه اون طرف حق داره که بترسه به خاطر اینکه از من و تو خیلی بیشتر از این در واقع اعتراضات رو دیده و هر دفعه سرکوب شده میشه میگم یعنی اونا شاید پنج بار بیشتر از ما دیدن شاید پدر ما که اصلا توی انقلاب بودن شاید, شاید یه ذهنیت اینه که ما اون کاری کردیم اینطوری شد نکنه بدتر بشه میدونی چی میگم این ترسه کارون رفع قشنگی زد یه چیزی که جمهوری اسلامی خیلی قشنگ توی این مدت انجام داده اون کاشتن بذر ناامیدی است که ماها خی... شاید خیلی تلاش کردیم خیلی از جوونا خیلی از آدمایی که صاحب نظر بودن از بین رفتن به خاطر این اتفاقاتی که به خاطر اون اعتراضاتی که تا الان انجام شده و به جایی نرسید یعنی به انقلاب منتهی نشد و به تغییر رژیم منتهی نشد من این رو درک میکنم که مادر من میتونه نگران باشه مادر من میتونه ناراحت باشه و اینکه بترسه از اینکه حالا فرزندش به قول مامانم که میگم مثلا سی سال پاد زحمت نکشیدم که بری بمیری خب از اونورم من اون ده هشتادی ها رو میفهمم که میگن که خونه من از خونه بقیه رنگین تر نیست اگر که بقیه همسنای من دارن میرن گلوله میخورن گاز میخورن باتون میخورن توی طول روز همون که اونا ناراحتن منم ناراحتم و حالا اینو توی با بودن تو این اسپیس ها من بیشتر یاد گرفتم با شنیدن حرف های کسایی که واقعا صاحب نظرن اینه که انقلاب هر انقلابی یه پروسه ای داره یعنی یه راهیه که آدما توی جاهای مختلف به این راه میپیوندن حالا یه سری اخشاری که مثلا دانشجو و اینا که شاید به قول خارجی ها ارلی اداپتر باشن سریتر بهش به پیوندن شاید کسایی باشن که خیلی ناامیدی بیشتری دیدن و باید به اونا ما فرصت بدیم که بیان و عضوی از این در واقع جنبشی که راه افتاده باشن خیزشی که راه افتاده حالا هر چیزی که اسمش میخوام بذارم شاید اون کسی که واقعا الان سرکوبگره طرف پلیس توی اون کشور مثلا 20 سالم کار کرده بدون اینکه مثلا پلیس راهنمای رانندگی بوده چون الان پلیس راهنمای رانندگی ما میدیدیم که می اومدن و در واقع در نقش سرکوب گرین لباساشون معلوم بود لباس سفید پوشیده بودن یا مثلا کسایی که کلانتری می اومدن روی انتظامی یعنی اون کسی که مثلا شاید 20 سال بر اون مملکت خدمت کرده من میفهمم که شاید سخت باشه که بخواد به این انقلاب بپیونده بخواد تمام در واقع زن و بچه و همه اینا رو چون تو باید بذاری کنار دیگه یعنی موقعی که این کار ریسک, کنی. ریسک کاملا داری ریسک میکنی که شاید فردا روزی اگه اتفاق نیفته من بعد 20 سال اینجا زحمت کشیدم مثلا ده سال دیگه هم بازنشسته میشم اگر که بیام الان حالا بر خلاف این حکومت حرفی بزنم ممکنه بگیرنم زن و بچه‌مو بکشن خودمو بکشن بعد چی میگم یعنی اون ناامیدیه توی اون آدما من میفهمم که چرا وجود داره و من فقط ترزی که میگم که به این آدما فرصت بدیم با جلو رفتن این انقلاب با جلو رفتن این پروسه آدم مختلفی میان و در واقع جزوی از این خیزشه میشن اگه اشتباه میگم میتونی بگی نه حالا اصلا اینقدر حرف و مطلب توی ذهن هر کدوم از ما هست نمیدونیم چی بگیم کدومشو کدومش رو بگیم چه جوری بگیم که حق مطلب عداشه ولی دیگه میفهمیم همه همه آدمایی که سمت مردمن الان دیگه واقعا دو طرفه این طرف دیگه وجود نداره یا سمت مردمی یا سمت مزدورایی تمام آدمایی که سمت مردمن ما همه هم دلیم شاید اصلا نیاز به مرتب کردن تمام این افکار و احادیثی که تو ذهنمونه نباشه اصلا نگفته همه میدونیم داستان چیه فکر کنم دیگه جمعش کنیم آره دم همگی گرم ما اگر که در واقع حرفی برای گفتن داشته باشیم یه اپیزود جدید میدیم اگر که نه صبر میکنیم تا وقتی که یا دلامون آروم بگیره یا حوصله برای شادی کردن داشته باشیم و یا حرفی برای گفتن دیگه ها آره یه, یه چیزی هم میگم من حالا گفتم ما نمیدونیم چقدر آدمای تو ایران میتونن این رو بشنون ماهایی که حالا خارج از ایران شرایطمون فرق داره ولی کسایی که از عزیزایی که از ایران میشنون اگه شنیدید این حرفای منو دارید میشنوید یه اعلام حضور لطفا بکنید یه جوری به ما اطلاع بدید که از ایران میتونید بشنوید و اگر احیانا این قبیل صحبت ها میتونه کمکی باشه برای حتی بخش کوچیکی تو ایران به ما بگید ما سعی میکنیم که متمرکز بشیم روی اونا واقعیت اینه که الان اطلاعات درستی نداریم از نقشی که میتونیم داشته باشیم حالا ایمانم گفت من میگم اگه حرفی داشته باشیم حتما میایم اون حرف رو میزنیم مثل حالا این حرفی که الان زدیم این مدت جمع شده بود در غیر این صورت اگر که از ایران هستید و میدونی راهی هست که ما میتونیم موثر باشیم با جون و دل انجام بدیم دمتون گرم زن زندگی آزادی خدافظ خدا